مسئولون یک سازمان وابسته به مخالفین توجیه در خارج از رهبریت پارلمان اروپا خواستند که شش طلب آنها را در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در میان بگذارند. انتظار می رود هفته آینده امام علی رحمان با یک سفر به فرانسه و بلژیک برود. کمیته شهروندی نجات گرفتگان ها و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان روز 8 اکتبر در نامه به پارلمان اروپا گفته است که از امام علی رحمان تقاضا کنند مخالفان سیاسی زندانیش را آزاد نماید. مقامات تاجیکستان در گذشته وجود زندانی های سیاسی را در کشور رد کردند. این چنین در نامه خواسته شده است حکومت را از چنگول خانواده‌اش رها سازد. به درخواست سازمان های بین المللی در برای آزاد کردن مخالفان سیاسی پاسخ بدهد. فعالیت احزاب سیاسی و گروه جنبشی در کشور آزاد باشد. حکومت و شخص امام علی رحمان به قانون اساسی و معیارهای حقوق بشر جهانی پایبند گردند. شهروندان بی‌پناه افغانستانی بلافاصله در کشور جویده شوند. مقامات هنوز به این درخواست به طور رسمی پاسخ ندادند. معلوم نیست آیا این مسئله در ملاقات منصبداران اروپایی با رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح می شود یا نه. رئیس جمهوری تاجیکستان 25 آگوست امسال پس از اعلام موقعش در برابر طالبان با پرزیدنت فرانسه و نمایندگان دیگر اتحادیه اروپا صحبت تلفنی داشت. آن زمان قصر پرزیدنت فرانسه گفت آقای رحمان 13 اکتبر با دعوت پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون به پاریس می رود. شارل میشل پرزیدنت شورای اروپا نیز روز 26 آگوست در توییتر نوشته بود که پرزیدنت رحمان را ماه اکتبر به بروسل دعوت کرده است. تخمین زده می شود که مسئله افغانستان و وضع امنیت منطقه از مسئله های اساسی ملاقات خواهد بود.